خب دوستان بیان بالا که یکی دوتا دیگه دوستان هم بیان این بالا با اجازتون، خودم دیگه حرف نزنم. قربونتون برم، ممنون. خب دوستان ما بیاریم بالا با اجازتون. من تصویر اینا بدم وگه نه نمیارم بالا. با ایده تقلبی آنچنانی هم درخواست ریکوست ندم نمیارم بالا، چون میخوام بدونم که با کی میخوام صحبت کنم. درود بر شما، بفرمایید. خدمت شما آقای دانا. قربتون برم، زنده باشید جونم. زنده باشید آقا. من یه سوال دارم تقریبا تخصصی از شما، بالاخره واردتری به این کارو بفرمایید. وقتی مثلا با مخالفای جمهوری اسلامی صحبت میکنی، حالا به عنوان مردم عادی هستن دیگه، یک مسئله ای که دارن، من احساس شخصی خودمه، انگار از روی بغضه. مثلا میدونه که تا اقتدار ایران به نفع ایران، این حرکات میشه هر چی که حالا شما میگی تو این مسائل گفته میشه، بازم نمیخوان بپذیرن. و صحبتشون اینه، میگه در نهایت که جمهوری اسلامی فکر کن ابرقدرت دنیا، در نهایت نمیذاره ما آزادی اجتماعی داشته باشیم. بیشترشون این مد نظرشون، اصلا این داره ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. والا همین الان آزادی اجتماعی مردم، آزادی اجتماعی مردم اینا خیلی بیشتر از ماست همین الان. والا من تو ایران مشروب ارزان‌تر می‌خریدم خیلی بیشتر، اصلا پارتی میگم خیلی بیشتر. من اصلا تو این 10 سالی که تو خارجم پارتی نرفتم، نه اینکه من چون مثلا حالا اهلش هستم یا نیستم یا منو راه دادن یا ندادن، نرفتم. اصلا پارتی وجود نداشته بین الان ایرانیایی که به عشق پارتی اومدن تو خارج. میتونم بپرسم که واقعا چقدر پارتی میکنن تو خارج؟ پارتی هم وجود، یعنی پارتی هم همش تو ایران بود. الان برام این پاسخ خیلی پاسخ احمقانه ای، یعنی این پرسش احمقانه ای که میپرسن آیا الان تیپ زنان ما مثل زنان دهه 60، دهه 60 زنای ما چجوری میگشتن؟ الان که اصلا دیگه مانتوهایی که دارن میپوشن که اصلا برای شما اینترنتتون میخواد ضعیفه، مانتوهایی که الان دارن زنای ما میپوشن هیچ کدوم دکمه نداره. من تو فیلم ها میبینم، تو فیلم ها که الان مثلا یه سری از بچه ها تو ایران دارن دوربین مخفی درست میکنم، من واقعا حقیقت جامعه رو از اون دوربین مخفی ها دارم پیدا میکنم، چون روایت هایی که فیلم و سینما میده، خب میخواد یه زندگی لوکس رو نشون بده. صدا و سیما هم که میخواد روایت های اینو نشون بده، کل ایران همه حزب اللهی و فلان و چادری هست. اپوزیسیون هم که همش میخواد سیاه نمایی کنه. بیشترین، یعنی بهترین چیزی که من بتونم شناخت پیدا کنم از جامعه، چون الان 10 ساله که مستقیم از ایران خارجم، 2 سالش هم که زندان بودم تو جامعه نبودم، 12 ساله من از جامعه ایران دورم، ولی حقیقت رو میرم این دوربین مخفیه که طرف اصلا سیاسی نیست، اصلا نمیدونه سیاست چیه، داره واسه عشق و حال خودش یه دونه دوربین مخفی میگیره که با هم بخندن جوونه. اونجا من حقیقت پوشش مردم رو میبینم. والا من میبینم فکم میخوره زمین. یعنی آرایشی که الان زنای ایران دارن، یعنی بدون، حالا این جمله خیلی تکراری شده، یه خودم واژه پوپولیستی شده، ولی حقیقت میدانیه هر چقدر هم پوپولیستی باشه. واقعا دختر اروپایی من تا حالا ندیدم مثل دختر ایران آرایش کنه. یعنی اصلا تیپی که دختر ایران میزن، والا مانتویی که دختر ایران دارن، مانتویی که دختر ایران الان دارن میپوشن خیلی جذاب، یعنی هم جذابتره هم سکسیتر از این لباسایی که الان دختره اروپایی دارن میپوشن، به خدا قابل مقایسه نیست. و اینا حقیقت میدانیه، یعنی چیزی که هست، یعنی بعد به اینا پاسخ بدیم که آیا شما دهه 60 یادتونه؟ آیا پوشش زنان ما مثل دهه 60 حتی مثل 10 سال پیشه؟ بعد میگه شما نمیخواید ببینید دیگه. ببین نمیخوام ببینم. ببین اینا بغض جلوی صورتشون، جلوی چشاشون گرفته. حالا این بغض یه بخشش هم به حق، بالاخره جمهوری اسلامی هم بالاخره این بچه حزب الله یا همچین علی سلام نیستن، اینا هزار تا گند زدن. ولی این نوع برخورد مردم و توده مردم با کلیت نظام یه بغض کامله، یعنی به جز بغض هیچ منطقی پشتش نداره واقعا. یه سوال دیگه بپرسم از شما جانم، بفرمه. از به خدمت شما که یه مطلبی هم برای من هست، که این مخالفت هایی مثلا دارن اپوزیسیون، حالا از حالا اپوزیسیون که نمیشه گفت، از حالا خارج یا داخل، به نظر شما اینا کمک نکرده به باز شدن یه مقدار، باز شدن مثلا فضای اجتماعی ایران نسبت به دهه مثلا 60-70؟ چون مثلا سیستم به خاطر اینکه مردم یه خورده تب و تابشون بیاد پایین، چی میگن، یه خود انگار مثلا گلوی مردم کمتر گرفته باشه، یعنی خود آزادی ها رو عمدن داده باشه، چون بهش نمیخوره مثلا اون بگیر و ببنده مثلا شهر. ببین سیستم نمیتونه دیگه. ببین دو تا بحث، یکی سیستم، دو تا مسئله است. یکی سیستم چون نسلاشون هم عوض شده، اولا اون اعتقاد رو ندارن که اون تندروی های دهه 60 رو بکنن، ولی به اینکه اون تندروهای دهه 60 هم
خود بدنه اصلی نظام نبودن. ما یادمون باشه خود آقای خامنه ای نماز جمعهش وجود، یعنی هنوز موجوده، که تو همون دهه 60 میاد تو نماز جمعه در خطاب به این آقای بهزاد نووی و همین تاج‌زاده ها اینا که اون موقع خیلی تون بودن، که اینا پرده انداخته بودن بین دختر پسر تو دانشگاه، آقای خامنه ای تو نماز جمعه میگه که آیا جمهوری اسلامی گفته تو دانشگاه پرده بین دختر پسر بندازی؟ آیا من گفتم به عنوان رئیس جمهور؟ اون موقع ایشون رئیس جمهور بودش. آیا امام و حتی خمینی هنوز زنده است؟ آیا امام همچین، یعنی نشون میده حتی خمینی هم این حرفو نزده که شما تو دانشگاه پرده واسه یه سری تونرو بودن، که الان البته بعضی روایت‌ها هست حتی خمینی نمیخواد حجابو اجباری کنه، به خاطر اون بخش تونروها آقای خمینی مجبور شده مثلا تو این فضا هول داد، مجبور که نه هول داده شده به این سمت. ولی این سند دیگه، این فکت صحبت آقای خامنه ای وجود داره که جلوی این تندروها وای میسه. یه اتفاقات تندروی شده دهه 60 که این بخشی از قابل توجهی از این تندروها هم که امروز بخشی از اون ور بوم افتادن تفرید، نه به افراط اون روزشون نه به تفرید امروزشون، که میگن بریم ناموسمون هم بدیم به آمریکایی‌ها، این آقای تاج‌زاده ها، زیبا کلام‌ها، آقای کدیورها، آقای سروش‌ها، آقای حالا گنجی یه خورده تازه داره میفهمه. گنجی تو این یک سال گذشته یه مقدار از اون بیشرافتی که قبلا ازش داشت یه مقدار عقب نشینی کرده و امروز نه بدنه نظام اعتقاد داره به اون کارا، تو دل یه خود خالی شده بدنه نظام، این که من جلوی حجاب بخوام محکم وایسن، نه اعتقادی به این قضیه ته دل داره، نه اینکه دیگه میتونه، یعنی حتی اگه اعتقادم داشته باشه دخترای ما بالاخره زدن قضیه رو کنار، نمیتونه. واقعا شما وقتی بخوای مهندسی کنی پوشش مردم رو، اول آخر محکوم به شکستی و نه خود نظام میخواد نه دیگه میتونه این کارو بکنه. ولی یه حقیقتی هم وجود داره، قضیه بحث حجاب و این آزادی مدنی متاسفانه افتاده تو کانتکس امنیتی. نظام هم میترسه فردا اگر بیاد بگه که آقا جان کلن حجاب آزاد تموم شد، دیسکو فلان مشروب، این یادآور اون قضیه گورباچوف باشه که عقب نشینی کرد، برجام داخلی و راه اندازی مکدونالد توی مسکو اینا، و پشبندش مثل یک دومینو نظامشون رفت برای سقوط. چون این قضایا متاسفانه امنیتی شده و خیانت اپوزیسیونی چون خانم علی نژاد و اینا که در پوشش این که ما نگران زنان ایران هستیم، بحث کلیت این داستانا رو امنیتی کردن. یعنی اگه این اپوزیسیون نبود خیلی زودتر از اینا ما شاید می‌رسیدیم به این نتیجه که نظام عقب نشینی کنه سر این رفتارهای غلط مسائل مدنی. یه خود امنیتی شده، ولی به نظر من نظام داره یواش یواش این کارو می‌کنه، کلا گشت ارشاد و همینا رو جمع می‌کنه. رسما نمیگه حجاب آزاد شده، ولی عملا حجاب آزاد شده، یعنی این کار داره همین الان نه. یعنی ما تو دوران گذارشیم، یعنی شما الان تو خیابون، شما بهتر از من میدونی چون ایران داری زندگی میری، تو کافی شاپ میبینی دختره روسریشو انداخته، هیچ کسی هم نمیاد بهش بگه چرا روسریتو انداختی. موردا خیلی کمه. این فیلمایی که برای علی نژاد فرستاده میشه بخشی از این فیلم‌ها خب فیک، بخش دیگه هم نه واقعیه، و خب بالاخره ببخشید ما تو هر جریانی مشقب افتادم داریم دیگه. آره پیدا میشه یه حزب اللهی که سطحش با این باشه یه به یه دختری هم گیر بده، حالا اون دخترم فیلم بگیره دسته بر قضا بفرسته برای، ولی چند درصد جامعه الان این اتفاقات داره میفته؟ این قاعده جامعه نیست، این در حقیقت استثنای جامعه است. قاعده جامعه اینه که دخترای ما رسما حجابو گذاشتن کنار، کسی هم رسما باشون کاری نداره، مگر اینکه اونایی که حجابو گذاشتن کنار بیام تو بوق و کرنا کنن و بخوان احساساتو مثلا جریه دار کنن، مثلا دختر تو شمال حجابو برداشته اومده وسط خیابون داره عربده میکشه. خب اینو دیگه ببخشید دیگه اجتماع ناپذیر برخورد با شما. همین الان والا من جزایر قناری اینجا دیگه جزیره لختی پختی هست دیگه، والا اینجا اگه شما بیرون ساحل لخت مادرزاد بشی بری تو شهر بخوای داده بیداد کنی جلوتو میگیرن، بالاخره پلیس میاد جلوتو میگیره. ولی اگه مثلا شما لخت باشی از کنار خیابون رد بشی، مثلا یه دونه الان مثلا خب تو خیابونای اصلی اینجا طرف یه شورت بدون، حالا بعضی به من گیر میدن با شورت راه میره، باز من دمم میگم یه تیشرت تنمه، اینجا دیگه کسی تیشرت هم تنش نیست، راه میره کسی کاری نداره. ولی اگه تو بیای وسط مثلا بخوای تبلیغ برهنگی بکنی، همینجا پلیس قناری میگیرتتون، شوخی نداره واقعا همه جایی. ولی مسئله که ایران جمهوری اسلامی از این قضیه عقب نشینی کرده، ولی نمیخواد رسمیش کنه، و رسمی نکردنش هم پشتش دلایل سیاسی داره، و دلایل سیاسیش هم یه جورایی متاسفانه منطقیه. میگم متاسفانه منطقیه. زنده باشید آقا. ما تو فضای مجازی، حالا چه تلویزیونی چه اینترنتی،
استاد زیاد داشتیم، شما هم یک نوع استاد ما هستی، بابا یکی از نه اون این حرفا استاد دیگه هستی. نزن دیگه، آرام چیز میشه دیگه. نه این هم. من یه نه سری چیزا داری. میخونم نه برنامه آقا تو بارو تو قربوتا فرام. همینجور حرکت کن، خیلی بعد دارم شما بهت بشم میپیوندن، جدی میگم، زنده زنده باشی، باشی، خدا کوچیکتونم بیاره، خدا کوچیکتونم، بعد شما خدا. بشم. تو بخوره کسی به ما از این چیزا نبنده استاد مستاد، چون نیستم واقعا. دوهش میکنم و دارم کارمو میکنم، دو کارم هم اشتباه هم دارم، ولی نه همون سردار رسانه بعضی هم میگم ما حال میکنیم دیگه، تو خدا چیزش نکنیم، چون واقعا تو رسانه داریم خودمون رو سرویس، ولی واقعا استاد نیستم از این القاب. یه آدمی هم دارم برای خودم یه پژوهشایی میکنم، احساس مسئولیت کردم تو درون خودم، اومدم تو میدون. خب یه دوست دیگر رو بیاریم بالا، این لایو هم قطع کنیم و بعد ببینیم که چه خبره. خب دوستان ما بیاریم بالا، بفرمایید. نگو آقا استاد، استاد نگو، تو رو خودم ما رو چیز نکن حال ما رو. خب شما بفرمایید بالا. آی سیناپو من 36 سالمه، متولد 1363. سلام، درود بر شما، زنده باشه جونم، در خدمت هم، فدای شما بشه، موفق باشی، خیلی کارت عالیه، قربتون برم، داریم حال میکنیم خلاصه. زنده باشه، قربتون برم جانم، در خدمت هم. دو تا سوال داشتم ازت جانم. یکی این که میخواستم اون نظرت راجع به پیشبینی چند سال پیش آقای خامنه ای راجع به اسرائیل و 25 سال آینده و این چیزها رو. اجرام ناپذیره، این اتفاق میفته، نمیخوام بازش کنم، ولی اجرام ناپذیره، یعنی اتفاقات منطقه و اینا. ببین مأموریت ایران خیلی بزرگتره، برای همین میگم بحث ایران خیلی فراتر از بحث مذهبی و فهم مذهبی تمدنیه. این اتفاق میفته به حکم تاریخ، اصلا شک ندارم تو این قضیه، و اصلا ظفرمندان پس از جنگ جهانی دوم که قوانین جهانی هم نوشتن دستخوش خیلی تغییرات میشن، و اصلا اینم این نیستش که ایران بخواد این کارو کنه. شما نگاه الان هر روز اینا میخواستن تابستون داغ برای ایران بیارن، هر روز تو اسرائیل تظاهرات و تظاهرات معیشتیه، مردم پول ندارن، اقتصادشون ضعیفه. ببین فشار اقتصادی، ببین فشار اقتصادی که الان تو اس، ببین اولا ما میگیم وقتی همین فشار اقتصادی که خیلی حالا میخوان از این طریق جمهوری اسلامی رو بکوبن، آقا یهودیا تو دنیا معروف به چی ان؟ پولدار دیگه. از قدیم الایام یهودی جماعت پولدار بوده، اومده کشور زدن، تمام پولداراشون جمع شدن کشور زدن، حالا به هر شکلی، نامردی، مردانگی، خریدن زمین، چه میدونم غصب کردن، هر چی اومدن کشور زدن. الان مردمشون گشنن، ببین مردم کشوری گشنن که اولا 5 میلیون جمعیت دارن، یعنی 5 میلیون اسرائیل نتونسته مدیریت کنه. بعد اون آقای نتانیاهو مردک میاد هر سری برای ما ویدیو پر میکنه، به نظام میگه بیایید من بهتون یاد بدم. بابا نظام داره کشور 85 این مخالفین جمهوری اسلامی که ایراد میگیرن، بابا اینا تو خونه های خودشون نمیدونن. الان من خودم چون بالاخره زندگی زناشویی دارم، فقط من که ادعا میشه این مدیریت مثلا آشپزخونمون رو ولی وقتا ما عقب میمونیم، آقا لبهمون چقدره، آیا مثلا یه زمان میخوایم یه قرمه سبزی درست کنیم نمیدونیم چقدر لوبیا داریم، آقا ما آشپزخونه های خودمون رو درست نمیتونیم مدیریت کنیم. بعد میگن جمهوری اسلامی نمیتونه ملت رو مدیریت، بابا 85 میلیون جمعیته، اسرائیل 5 میلیونی نتونسته مدیریت کنه، این وضعیت اقتصادیشه الان هر روز. و مشکلات اقتصادی که تو غربه خیلی، این مسئله نه تنها اسرائیل، کشورهای دیگه هم، حتی آمریکا هم سقوط میکنه، یکی به خاطر مسئله اقتصادی، یکی هم به خاطر این انحطاط اخلاقی گسترده‌ای که توی غربه و زدن خانواده. این زدن خانواده محض خروجی که داره اتفاقات شدید روانی رو در جامعه هاشون واقعا رقم زده، و واقعا افسردگی گسترده‌ای که من تو غرب دارم می‌بینم، حالا البته جایی که هستم همه هپی هم، خیلی خوشحالن، چون جایی که من هستم خب جای استثنائیه، چون من تو اروپا و آمریکا نیستم، ولی در اروپا و آمریکا که بودم افسردگیشون داشت منو می‌گرفت دیگه، گفتم آقا من میرم جنوب مراکش زندگی می‌کنم، یعنی دیگه اومدم جنوب مراکش چون اینجا همه خوشحالن. این قضیه هم هست، یعنی افسردگی اقتصاد و اینا باعث میشه که اینا بالاخره 25 سال هم زیادشونه. بله بفرمایید. درسته. بعد سوال بعدی من راجع به انتخابات سال آینده است، یعنی میخوام دیدگاه تو بدونم، ببینم چه کسی بیاد بهتره و نظرت راجع به احمدی نژاد چیه، چون خیلی داره تبلیغ میکنه واسه خودش. احمدی نژاد که تموم شده است، احمدی نژاد کلا در نظام جمهوری اسلامی تموم شد،
اون احمدی نژاد دیگه یک چهره سلبریتی سیاسیه، یعنی تمام فعالیت هایی که الان داره انجام میده اینا رو نمیشه به عنوان یک کار سیاسی ارزش گذاری کرد، اینا رو باید به عنوان یک فعالیت سلبریتی مثلا یا آدمی که معروفه مخاطب داره مثلا مورد ارزیابی قرار داد. و کلا احمدی نژاد حتی اگه کار درستی هم امروز بکنه نظام به هزاران دلیل ایشونو تموم کرد. حالا یه بخشش اتفاق تلخی بود، داستانای طولانی پشت احمدی نژاد، ولی در نتیجه خروجش اینه. احمدی نژاد از نظر سیاسی دیگه فاقد ارزش گذاریه تو ایران، یعنی در سیستم با فهم جمهوری اسلامی دارم میگم، این بیرون گفتمان نیست، درون گفتمان جمهوری اسلامیه. درون گفتمان جمهوری اسلامی احمدی نژاد دیگه تبدیل شده به یک سلبریتی و کلا خط خورده و مهره سوخته است. ولی در مورد اینکه چه کسی بیاد، هر کسی بیاد، من یه بارم گفتم حتی مجتبی خامنه ای را اگه شما تعلیم داده باشید که دیگه پدرش آقای خامنه ای دیگه، ایشون هم شما بذارید تو پست ریاست جمهوری بالاخره درگیر میشن، چون این دو تا نهاد ولایت فقیه و جمهوری خواهی اینا از میخوان از با هم دیگه متضاد هستن. کلا باید سیستم جمهوری جمع بشه و سمت رهبری از قبل اومده، همه چیزش قربه، اصلا ریشه چیه، تمام عیزاش قربه، اصلا ابتذال دموکراسی و ابتذال رأی‌گیری پدر جامعه رو در میاره. همین سال 88 از ابتبین اتفاق سال 88 که زندگی میلیون ها آدم رو واقعا دستخوش تغییر قرار داد، که یکیش خود من بودم که واقعا زندان فلان خارج، خب اصلا زندگیم زیر و رو شد، یه انقلابی تو زندگیم شد، همش خروجی و حاصلش بابت ابتذال رأی‌گیری بود دیگه. یعنی شما 4 سال یک بار مملکت رو میبری توی یه اوج تشنج، واقعا تشنج علکی و مبتذل. الان تو همین آمریکا تا آدم 70 ساله بعد میافتن به جون هم دیگه، حالا اون دفعه هیلاری کلینتون و این ترامپ داشتن به هم فوش میدن، الان فکر کن جو بایدن با اون سن و سال 80 سالگیش بعد بیاد ترامپ 70 سالگی بگه تو بعد تست اعتیاد بدی، ما تو ایران تست اعتیاد رو برای تحقیر یه نفر میگی، حالا ترامپ داره به جو بایدن میگه تو بعد تست اعتیاد ببین، به خاطر رسیدن به اون پست ریاست جمهوری خودشونو والا دو تا آدم 25 ساله اینا که به بلوغ میرسن توی رفتار تلاش میکنن شخصیت خودشون رو حفظ کنن، چه برسه به دو تا آدم 7. ولی ریاست جمهوری همینه، من کلا با اساس ریاست جمهوری مشکل دارم. شما حتی که قاسم سلیمانی هم روانشون شاد، اگر زنده بود واقعا روا نبود که چنین آدم بزرگی رو ما بیاریم در این میدان واقعا مبتذل. چون آقای قاسم سلیمانی اگر میومد کاندید میشد، بالاخره 4 تا کاندیداتوری دیگه ریاست جمهوری در حد آقای روحانی بودن که آدمای بی شرفی باشن، بعد میان به آقای سلیمانی اتهام اقتصادی بزنن، اتهامات رانتخوری بزنن، خب بهش میگن سلیمانی کل عمرش رو توی میدان جنگ و تو جبهه، حالا بعد بلند شه بیاد یه آدم بی لیاقت بهش بگه تو مشکل اقتصادی داری اینا. برای همین کلا من متاسفانه این اتفاقم در چون شما یه پرسشایی میکنید باشه من طولانی پاسخ میدم، این اتفاق در سال 57 جریان روشنفکری معذرت میخوام کرد تو پاچه جمهوری اسلامی و خمینی رو گوشه رینگی را آوردن. یعنی شما اگه نگاه کنی جریان روشنفکری که دور خمینی بود و علی شاه بود، اولا دو تا مسئله بود این بحث جمهوری، یکی یک جنب ضد شاهی به وجود اومد، کلا با ریشه پادشاهی ادفع کردن مشکل دارن، شروع کردن آقا کلا ما شاهی نمیخوای. جریان روشنفکری هم دور خمینی رو گرفت، خب مجبورش کردن که آقا دموکراسی و اینا، چون عکس آقای خمینی هم همش تو جلد تمام مجلات بود، جمهوری واقعا یه جورایی خوروندن با آقای خمینی. ولی تا خمینی قبل از مرگش یه هوشمندی که به خرج داد مهندسی ولایت فقیه بود، یعنی پادشاهی رو که نمیتونست بگه دوباره پادشاهی رو میخوایم احیا کنیم، پادشاهی رو یه رنگ اسلامی به زرگ آقا ولی فقیه ما میخواییم، ولی فقیه همون پادشاهی دیگه تمام ریشش پادشاه، حکم حکومتی میده، سیاست های کلان رو میده و خب خمینی از این نظر مملکت رو نجات داد. و واقعا اگر آقای خامنه ای ولی فقیه نبودن که با حکم حکومتی یا خیلی جاها بدون در نظر گرفتن ساز و برگ دموکراتیک بیان و اقدام کنن، هزاران بار کشور ما رو به صورت دموکراتیک نابود کرده بودن، هزاران تجزیه کرده بودن. یعنی دموکراسی یه خطریه که میتونه یه کشور رو نابود کنه. ببخشید بفرمایید. یه سوال دیگه هم داشتم آخریه. این دوست داشتم موزه شما رو من میدونم، میخوام برای فالوورام شما قشنگ خیلی هاشون اومدن بالا، موزهتون راجع به این قرارداد 25 ساله ایران و چین قشنگ توضیح بدید واسه شون که سیاسی در بیام. ما که 10 تا برنامه 10 تا برنامه ساختم، برنامه هامو بهشون بدید حتما بینن. نه خب ببین قرارداد 25 ساله با چین که یک عقلانیته،
ببین بزرگترین عاملی که عملا این قرارداد که یه عقلانیت بخاطر که چین داره میاره، اول 400 میلیون دلار بس 400 میلیارد دلار در کشور ما هزینه میکنه که رقم خیلی بالایی 400 میلیارد دلار، بعد تعهداتی که قرار ما بهش بدیم بعد از اینه که چین میخواد تعهدات این آقا اینه که معترضن، اینا همونایی هن که اول رفتن با غربیا قرارداد برجام بستن، تعهدات خودشون اجرا کردن، منتظر بودن طرف قرارداد طرف غربی هم تعهدات خودش انجام بده، طرف غربی هم اینجوری براشون کرد، چون با فهم، چون کسایی که مشکل دارن با قرارداد چین، چون من میدونم از آی کیو های پایینی خیلی برخوردارن، به همین شکل خیلی سبک بهشون میگن بفهمن، غربی ها اینجوری کردن قشنگ براشون، ما رفتیم تعهداتمون رو انجام دادیم اونم اینجوری کردن، من فکر کنم براشون قابل مفهومه. ولی در قرارداد با چین، چین میاد زیرساختای ما رو میسازه، یعنی با پول خودش زیرساختای نفتی و بنزین و جاده های ما رو همه اینا رو میسازه، بنادر ما رو میسازه، بعد ما باید بهش تعهداتمون رو انجام میده. تعهدات ما اینه که مثلا یک سوم نفتمون رو که بهشون میخوایم بدین به جای پول قرار کالای چینی بگیریم. خب من حالا این کالای چینی رو میگم اینجا باید بحث کنیم، اگه مشکلی با قرارداد داریم باید مثلا بحث کنیم که آقا جان این کالا رو بگیرید، ولی یه وقت مثلا نرید مثلا چه میدونم پاور مثلا شارژ موبایل بگیرید، اینا به درد نمیخوره، برید مواد اولیه این پاور شارژ موبایل بگیرید که کارخونه هامون را بیفته، یا مواد اولیه کارخانه ای بگیرید از چین، یا ماشین آلات صنعتی از چین بگیرید که کارخونه هامون رو بتونیم درست کنیم. اینجاها اگر کسی اختلاف نظر داره قابل بحثه، ولی اگه با کلیت قرارداد چین کسی مشکل داره که اینا همونه که غیر کبر میدادن برای برجام، که خب حاصلش هم دیدید، یعنی واقعا آدم نمیمونه، برای اینکه ما این همه شهدای هسته‌ای داریم، اینا آقایون غیر میدادن 1000 تومانی میذاشتن با 1 دلار، یعنی واقعا شرم‌آوره که این نوع تفکر رو ببینیم. جامعه ایران خیلی باید از یه نظرهای انقدر سیلی حقیقت باید بخوره تا حسابی آپدیت بشه با یه سری مسائل. به هر حال قرارداد چین از نون شب هم برای ما واجبه، برای همینم هم هست آمریکا بهش فشار اومده، به هر شکل ممکن میخواد بین ایران و چین رو به هم بزنه. الان آمریکایی‌ها خیلی از عزیزان سکولار و کسایی که تا دیروز کلیت اسلام رو فحش میدادن همه نگران مسلمانان سینکیانگ شدن. همین امروز آقای مایک پمپو با وقاحت میگه آقای خامنه ای من منتظرم واکنشش رو، سکوت نکنی ای بابا. متاسفانه حالا اون بخشای اپوزیسیون ما اینا که خائنن، ذاتن خائنن، متاسفانه من میبینم بخشی از عزیزان مذهبی ما هم در رده های مختلف مثلا اومدن نگران مسلمان سینکیان شدن. خب نگاه کنید امروز آقای مایک پمپو چرا اینو میگه؟ چون از قرارداد 25 ساله میترسه، میدونه این قرارداد 25 ساله ایران بیمه. ببین ایران الان تو اتفاقات لبنان ما پول دیگه نداریم برای بچه های حزب الله به اون شکل خرج کنیم، ولی ایران انقدر هوشمنده، میگم ما همیشه مشکل داریم ولی بیچاره نیستیم، چاره داریم. چارهمون هم این بوده چین رو آوردیم بیروت، الان درسته مکرون داره میاره اونجا میمون بازی در میاره، خر مکرون هیچ خرجی در نهایت نخواهد کرد برای لبنان و از اونجا مکرون خواهد رفت. ایران هم پول نداره برای حزب الله خرج کنه، اما چین رو آورده با پول چین و راهبرد ایران، الان قراره با جیب چین، میگن آدم نبره البته با پول دیگری بره داماد بشه، ولی ما در قضیه لبنان داریم با پول چین داماد میشیم، داریم پول چین رو خرج میکنیم توی بیروت که دوباره بتونیم اون بندر رو بسازیم. یعنی الان قرار شده بندر رو اینا رو چین بسازه، یعنی بازی برنده در لبنان در نهایت چینه به واسطه پولش و ما هستیم به واسطه بچهای حزب الله که اونجا برو بیا داریم و این قضیه حقیقت داستانه. بنابراین امروز عقلانیت حکم میکنه که ما با چین، با ونزوئلا، با این کشورهایی که از نظر ایدئولوژیک هیچ مناسباتی با هم نداریم ارتباط داشته باشیم. و به نظر من تو این حوزه اجازه بدیم صدر حکومت آقای خامنه ای اگر داره تصمیم میگیره اجازه بدید که واقعا کاراشو بکنه، به خاطر که آقای خامنه ای که باشید مثل من و شما که نشسته پای بی بی سی و بقیه رسانه ها ببینه یا اخبار دست من، کاری که میکنم اخبار منتشر شده رو دارم تحلیل میکنم، آقای خامنه ای که اخبار تحلیل شده رو که نمیاد چیز بر اساس اون موضع بگیره، ایشون اخبار دست اولی که اصلا تو هیچ کدوم از رسانه ها نخواهد بود اونا رو بررسی میکنه و بر اساس اون موضع کشور رو بیان میکنه. دست در خدمت هم زنده باشید، قربونتون برم، دوستان خاکنداز و زیرانداز و اینا رو خدا شفاشون بده، خدا شفاشون بده، قربونتون برم، فدای شما بشم. برید این لایو رو میبندم دوستان، دوباره اگر یه دقیقه دیگه شاید دوباره برگشتم. بدرود.